هزار و یک شب. چون شب 639 برآمد، ای ملک جوان ما، آنگاه عجیب فرمود برادر خود را با دو زنجیر و دو قل محکم ببستند و هزار دلیر به پاسبانی او بگماشت. چون قوم غریب شب را به روز آوردند و ملک را نیافتند، مانند رمه بیشبان بودند و نمی دانستند که چه کار کنند. سعدان قول بانگ بر ایشان زد که ای قوم، توکل به خدای یگانه کنید که او همه بدیها از شما دور گرداند. آنگاه عرب و عجم آهن پوش گشتند و به اسبان پیل پیکر سوار شدند. نخستین کسی که به مبارزت شتافت قول کوهی بود و عمود آهنین 200 منی در دست داشت. بانگ بر کافران زد که ای پرستندگان اسنام، به مبارزت من برایید که امروز روز هلاک شماست و هر کس مرا می شناسد خود را از شر من نگاه دارد و هر کس مرا نمی شناسد من خیشتن بر او بشناسانم که من سعدان قول کمین غلام غریبم. اگر مبارزی هست به در آید. در آن حال دلیری از کافران به مبارزت بر آمد و به سعدان حمله کرد. سعدان حمله او را رد نمود و با عمود چنانش بکوفت که استخوان‌های او در هم شکست. پس از آن سعدان بانگ به فرزندان خود زد و به ایشان گفت که آتش بیفروزید و هر کدام از کافران کشته شوند بریان کرده نزد منش آورید تا او را بخورم. فرزندان و خادمان قول در میان میدان آتش بیفروختند و همان کشته را در آتش بریان کرده و به نزد قولش آوردند. سعدان قول گوشت او را بخورد و استخوان‌های او را بمکید. کفار چون کار سعدان مشاهده کردند، از او سخت به هراس اندر شدند. آنگاه عجیب بانگ بر قوم خود زد که بر این قول حمله کنی. در حال 20,000 سوار به سعدان حمله کردند و او را تیرباران نمودند. 24 زخم کاری بر تن او برسید. در آن هنگام دلیران اسلام به مشرکان حمله کردند و از پروردگار زمین و آسمان یاری جستند و پیوسته در جدال قتال بودند تا روز به پایان رسید و هر دو گروه از یکدیگر جدا شدند و سعدان قول دستگیر گشت و از بس که خون از او رفته بود به مردگان همی مانه. پس بازوان او را ببستند و در زندان نزد ملک غریبش فرستادند. چون غریب سعدان را دستگیر یافت به او گفت ای سعدان، این چه حالت است؟ سعدان گفت ای امیر، همه کس را شدت و فرج و نشیب و فراز در پیش است. غریب گفت ای سعدان، راست گفتی. و عجیب آن شب را شادمان بود و با قوم خود می گفت چون فردا شود به لشکر اسلام هجوم آورید و از ایشان یک تن زنده نگذارید. ایشان گفتند سمعاً و طاعتاً. Thank you.
و اما لشکریان اسلام ملول و اندوهگین بودند و از بحر ملک قریب و سعدان همی گریستند. سهیم اللیل به ایشان گفت: ای قوم، اندوهگین نباشید که فرج خدای تعالی به شما نزدیک است. پس سهیم اللیل تا نیمه شب صبر کرد. آنگاه روی به لشکرگاه عجیب آورد. در میان خیمه ها همی گشت تا اینکه عجیب را بر تخت مملکت نشسته یافت که بزرگان دولت در گرد او بودند و سهیم به صورت فراشان پیش رفته گل شمع بگرفت و او را با بنگ تیار روشن کرد و از خرگاه بیرون آمد و ساعتی صبر کرد تا اینکه دود بنگ بر مشام عجیب و حاضران پیچیده همگی مانند مردگان بیفتادند. سهیم ایشان را به حال خود گذاشته به سوی زندان روان شد. قریب و سعدان را دید که هزار دلیر بر ایشان گماشتند و خواب به پاسبانان غلبه کرده. سهیم بانگ به پاسبانان زد و گفت: وای بر شما، بیدار شوید و مشعلها روشن کنید. و سهیم خود مشعلی برداشته پر از بنگ ساخت و او را روشن کرد. دود مشعل به مشام پاسبانان برآمد، همه ایشان از دود بنگ چون مردگان بیفتادند. در جلبند خود سرکه و کندر داشت. قریب و سعدان را به خود آورد و بند از ایشان برداشت. چون ایشان سهیم را بدیدند فرحناک شدند و او را دعا کردند. سهیم به ایشان گفت: اکنون به لشکرگاه خود روید. و اما سهیم اللیل به نزد عجیب شد و او را در پرده فرو پیچیده و بردوش گرفته به لشکرگاه اسلامیان بشتافت. چون به نزد قریب رسید پرده فرو پیچیده پیش قریب انداخت. قریب پرده گشوده برادرش عجیب را بازوان بسته و بی خود افتاده دید. سهیم اللیل را دعا کرد و به او گفت: ای سهیم، او را به خود آور. سهیم پیش رفته سرکه و کندر به مشام او بچکانی. عجیب به خود آمد و چشم بگشود و خیشتن را بازوان بسته یافت و از غایت حزن و شرم ساری سر به زیر افکند. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی. تنظیم مجتبی میرسمیعی.